سرخط مهمترین های امروز. ریاست جمهوری خوشبین پیشرفت ها در گفتگوهای خلیلزاد با طالبان. تا اول ماه سپتامبر یک مقدار جزئیات و پیشرفت هایی که راجع به پروسه سال هست ما شاید خواهیم بود. طالبان با حضور شمار از سربازان آمریکایی در افغانستان توافق کردند. 30 سال زندان حکم دادگاه برای عاملان قتل مهسای 6 ساله. پدر این کودک خواهان اعدام این افراد. به هیچ چیزی قناعت ندارم جز اشهد و مجازات اعدام میاره. انتقاد نهادهای ناظر از کاستی ها در فهرست رای دهندگان. به این شکلش که پیش بره این انتخابات سلام میرسانم. آیا کمیسیون های انتخاباتی انتخابات ششم میزان را مدیریت خواهند توانست؟ و کشته شدن 6 سرباز در حمله مهاجمان مسلح بر یک پاسگاه پلیس در پاکستان. بیننده مهمترین ها از یک با من نصرت منصور هستید. مشروع خبرها، تازه ترین خبرم از پکتیا. یکی از فرماندهان خیزش مردمی در پکتیا امروز هدف یک موتر ماینگذاری شده قرار گرفته است. معاون والی پکتیا میگوید این حمله وسط دانشگاه و بیمارستان حوزه‌ای پکتیا رخ داده که در پی آن عزیز احمد فرمانده خیزش مردمی جان باخته و به شمول رانندهش چندین تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را تاکنون شخص یا گروه به دوش نگرفته است. روند گفتگوهای سال تا ماه سپتامبر سال روان میلادی وارد مرحله تازه می شود. ریاست جمهوری می گوید که گفتگوهای زلمه خلیلزاد با نمایندگان طالبان به پیشرفت‌های خوب رسیده و تا ماه سپتامبر زمینه گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان فراهم خواهد شد. در این حال قرار است آقای خلیلزاد تا پایان امروز به کابل بیاید و با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار کند. از سوی منابع نزدیک به طالبان می گویند که دور بعدی گفتگوهای خلیلزاد با نمایندگان طالبان در قطر در 24 ماه جولای برگزار می شود. این در حالی است که وزیر پیشین دفاعی پاکستان گفته که طالبان با حضور شمار از سربازان آمریکایی در افغانستان توافق کرده، اما مقام های نزدیک به طالبان می گویند که تاکنون هیچ توافق انجام نشده است. در آستانه برگزاری دور 8 گفتگوهای زلمه خلیلزاد با نمایندگان طالبان در قطر، حکومت افغانستان میگوید که گفتگوهای آقای خلیلزاد با طالبان پیشرفت‌های خوبی داشته است. ریاست جمهوری تأکید می‌کند که تا آغاز ماه سپتامبر سال جاری میلادی روند گفتگوهای صلح وارد مرحله تازه‌ای می‌شود. با گفته سخنگوی ریاست جمهوری، آغاز گفتگوی مستقیم میان طالبان و حکومت از موردهای مهم این مرحله خواهد بود. تا اول ماه سپتامبر یک مقدار جزئیات و پیشرفت‌هایی که راجع به پروسه سال هست ما شاید خواهیم بود که بخش اساسی از او یک تفاهم ابتدایی است که او اعلان خواهد شد. بعد از او به یک مرحله دوم پروسه ما وارد میشیم که هدف اساسی او پروسه گفتگوهای مستقیم یا آغاز گفتگوهای مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان است. از سوی هم قرار است زلمه خلیلزاد تا پایان امروز به کابل بیاید و با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار و گفتگو کند. آقای خلیلزاد پس از دیدار با رهبران حکومت وحدت ملی به قطر می رود که برای 8 بار به خاطر دست یافتن به یک توافق صلح با نمایندگان طالبان رایزنی کند. برای این دور انتظار ما می است، انتظار شورای عالی صلح می است. هر چی زودتر همی فرصت که به دست آمده از این استفاده شوه و دیگه در افغانستان برای کشتار مردم بیگناه، برای کشتار مردم عزیز این کشور نقطه پایان گذاشته شود. در همین حال جنرال آصف یاسین ملک وزیر پیشین دفاع پاکستان گفته است که طالبان در دور 7 گفتگوهای صلح با آمریکا روی ماندن بخشی از نیروهای آمریکایی در افغانستان موافقت کردند. این مقام پیشین پاکستانی گفته که توافق ابتدایی صلح پیش از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان انجام خواهد شد. اما منبع‌های نزدیک به طالبان میگویند که تاکنون هیچ توافقی میان آمریکا و طالبان به امضا نرسیده است. تا
طالبان به پیشنهاد امریکا برای ماندن بخشی از نیروهای خارجی در افغانستان توافق کردند. اما در مورد چگونگی تقسیم قدرت در میان سیاستگران افغان بنبست هنوز وجود دارد. نوکچیری خلیلزاد اوس چې راغځي نن برازي په څلوېښتم تاریخ به کېدای سي طالبانو سره د دې خبره کېږي په انګریزي څلوېښتم تاریخ نو کېدای سي چې توافقنامه دې راوړې وي که نه وي راوړې بیا نو د امریکا یو دا یو د سي دي د افغانستان په باب باندې او مخلصانه حرکت نه دي. حکومت افغانستان در حالی از پیشرفت‌ها در روند گفتگوهای صلح سخن می‌زند که گروه طالبان تا کنون هیچ تمایلی برای گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان نشان نداده است. این گروه بارها تأکید کرده که تا زمان خروج کامل نظامیان خارجی از افغانستان با حکومت افغانستان وارد گفتگو نخواهد شد. دیدگاه مشترک واشنگتن و اسلام آباد در مورد افغانستان نقش کلیدی در ختم جنگ در افغانستان دارد. شمار از آگاهان سیاسی در آستانه نخستین دیدار عمران خان با ترامپ در واشنگتن میگویند که تلاش مشترک آمریکا و پاکستان در موضوع صلح افغانستان میتواند برای پایان جنگ در کشور مفید باشد. با این حال شمار از آگاهان هنوز نسبت به صداقت پاکستان در مورد صلح افغانستان تردید دارند. ریاست جمهوری هم گرچند میگوید پاکستان تا اکنون به تعهدهایش عمل نکرده اما با آن هم نسبت به تغییر سیاست‌های پاکستان در مورد افغانستان امیدوار است. عمران خان نخست وزیر پاکستان که به امریکا رفته قرار است فردا با دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا در مورد مبارزه با هراس افغانی، همکاری‌های دو جانبه و موضوع صلح افغانستان دیدار و گفتگو کند. استقبال ظاهراً سرد امریکا از نخست وزیر پاکستان عمران خان نخست وزیر پاکستان که گفته می شود با پادرمیانی بن سلمان ولیعهد عربستان و داماد ترامپ به واشنگتن رفته قرار است فردا با رئیس جمهوری امریکا دیدار کند. یک رسانه هندی با نشر این تصویرها گفته که هیچ نماینده رسمی از اداره دونالد ترامپ به استقبال آقای خان نرفته است و این تنها سفیر پاکستان در واشنگتن بوده که به پذیرایی عمران خان و هیئت همراهش رفته است. بهبود روابط میان اسلام آباد و واشنگتن، مبارزه با هراس افغانی و بحث روی مسائل منطقه‌ای از جمله گفتگوهای صلح افغانستان از محورهای اصلی دیدار عمران خان با دونالد ترامپ خوانده می شود. اما شماری از آگاهان هنوز هم نسبت به صداقت اسلام آباد برای همکاری در امور صلح افغانستان تردید دارند. باور من این است که عمران خان و تیمی که با او میره دقیقاً منافع خود را تعقیب میکنند. و تشویش ما این است که یک بار دیگه امریکایی ها یک فریب جدی نخورن و ما را به بحران های عمیق‌تر داخل نکنن. ریاست جمهوری هم گرچند تأکید دارد که پاکستان تا کنون آنطور که میبایست به تعهدهایش عمل نکرده اما باز هم ابراز امیدواری میکند که فشارهای واشنگتن و ضرورت منطقه صلح اسلام آباد را به تغییر سیاستهایش وادارد. هنوز ما در عمل شاهد کدام اقدام جدی از طرف پاکستان نبودیم. یکی از خواستای مشگی ما این بوده که باید بالاخره ما اقدامات را از طرف پاکستان شاهد باشیم و تغییرات ببینیم. بر مردم افغانستان، بر حکومت افغانستان ایجاد یک فضای مطمئن و عادی سازی روابط میان دو کشور طبعا یک موضوع بسیار مهم است. برخی ها اما به این باورند که به دلیل نقش عمده پاکستان در روند صلح افغانستان، بهبود روابط میان پاکستان و امریکا و دیدگاه واحد این دو کشور در مورد افغانستان میتواند برای پایان جنگ در کشور مفید واقع شود. صلح در افغانستان به گونه پایدار به وجود نخواهد آمد، هرچند با طالبا هم ما بتانیم مشکل ما حل کنیم. لحاظا میتونه در این زمینه اگر امریکا توجه بکنه که در حل مسائل بنیادی افغانستان و پاکستان تلاش بکنه میتونه برای صلح پایدار در افغانستان مفید واقع شه. در آستانه سفر عمران خان به امریکا، پاکستان حافظ سعید رهبر لشکر طیبه را که در لیست سیاه امریکا قرار داشت بازداشت کرده است. از سوی به تازگی همچنین اعلام کرده که بیش از 30,000 مدرسه دینی در این کشور را به گونه رسمی ثبت می کند و در محتوای آموزشی آنها نیز اصلاحات به وجود می آورد. گام هایی که ظاهراً برای رفع فشارهای سیاسی و مالی امریکا و اثر گرفتن کمک های میلیاردی این کشور به اسلام آباد برداشته شدند.
دادگاه استیناف عاملان قتل مهسا را به 30 سال زندان محکوم کرد. این دادگاه با قاتلان مهسا کودکی که نخست ربوده شد و سپس به قتل رسید با وجود صدور حکم 30 سال زندان گفته است که آنان حق استیناف خواهی را دارند. پدر مهسا اما خواهان اعدام این افراد است. امروز اینجا عاملان قتل مهسا برای دومین بار به دادگاه حاضر شدند. دادگاه استیناف عاملان قتل مهسا کودک 6 ساله‌ای که ماه حوت سال گذشته نخست ربوده شد و سپس از سوی این دو تن به قتل رسید، هرچند پیشتر اعتراف کرده بودند که مهسا را به قتل رساندند، اما حالا میگویند این متهم که سجاد آقا نام دارد مهسا را به قتل رسانده است. صاحب ما را زنگ قیس صاحب اومدم 315 اومدم باز این سجاد زنگ زد برام. باز گفتن تو قضیه شده تا اون هنوز برام قصه نکرده بود چی شده. چی قضیه شده؟ که آنه ایرق مثلا مثلا ما کشتم خفه کردیم برام قصه نکرده قایس. باز طرف عوضه که میرفتیم برام قصه کرد که این تو بس. پدر مهسا اما در اینجا بر موضع قبلیش تاکید دارد. او خواهان صادر شدن حکم اعدام برای قاتلان دخترش است. او همچنین از پهلوهای پنهان این رویداد سخن میزند و تاکید دارد که برخی از افراد در بیرون از زندان در این پرونده دست دارند و او را همواره تهدید می کنند. این امیال دو اخترنامی از یار در خط نوشته شده به ما آمده که ابرام ده. اگر نه دیگر دخترت اختطاف می کنیم و می کشیم. به همین شکل آمده آذر است. یکش 5 روز پیش آمده، یکش 15 روز پیش. و مثلا مسای شهید افتخار میکنم که شهید شوم و برای من هیچ چیز مهم نیست و تا که زنده باشم عدالت میخوایم و به هیچ چیز قناعت ندارم جز اشهد و مجازات ادام میاره. در پایان اما دادگاه حکم 30 سال زندان برای هر کدام از این متهم ها را صادر میکند. از ابتدای ایام نظارت و توقیفیتان هر واحد شما را به مدت 30 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمودیم و طبق ماده 182 کود مذکور به مصادره اشیای به دست آمده نیز اصدار حکم نمودیم و همچنین دعوای حق العبدی متضرر قضیه قانونا محفوظ است. قاضی دادگاه گفته که این حکم قطعی نبوده و طرف‌های دعوا می‌توانند درخواست تجدید نظر کنند. وزیر پیشین مخابرات و فناوری معلوماتی پس از 3.5 ماه زندان سرانجام امروز از سوی دادگاه استیناف بی‌گناه شناخته شد. عبدالرزاق وحیدی به اتهام استفاده سوء از صلاحیت‌های وظیفه‌ای در انجام مأموریتش به عنوان معین در وزارت مالیه از سوی دادگاه ابتدایی مجرم شناخته شده بود و 3.5 ماه پیش در 19 عمل سال روان بازداشت و به زندان پلچرخی منتقل شده بود. به دنبال بازداشت آقای وحیدی شمار از شهروندان کشور در شبکه‌های اجتماعی با اندازی کارزار اعتراضی بازداشت او را سیاسی و قومی می‌خواندند، اما دادستانی کل می‌گوید که در 4 سال گذشته 71 مقام ارشد حکومتی از قوم‌های مختلف به اتهام فساد اداری بازداشت شده است. پس از 3.5 ماه زندان دادگاه استنافش برگزار شده است. عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و فناوری معلوماتی او به اتهام استفاده سوء از صلاحیت وظیفه‌ای هنگام مأموریتش در وزارت مالیه در 2 ماه دلو سال پار از سوی دادگاه ابتدایی متهم شناخته شد و در 19 ماه حمل بازداشت و زندانی شد. من بودم ولی من خیلی متاثر از این شدم که افراد دیگه پالوی من متاسفانه محکوم شدن و آبرو عزت از اونا رفت. ما خود مبارزه میکنیم و در مبارزه هر چیز را قبول میکنیم. و با جان مردمایی که پالوی ما اوگار شدن معذرت میخوایم. اکنون اما در دادگاه استیناف پس از 1 روز شنیدن دفاعیه وکیل مدافع آقای وحیدی سرانجام او را بیگناه میشناسد. فیصله صادری نمبر فوق محکمه ابتدایی رسیدگی به جرم سنگین فساد اداری در مرد مجازات تو عبدالرزاق وحیدی نسبت خطا در تطبیق قانون نقض و ترا در قضیه فوق طبق هدایت ماده 25 قانون اساسی و ماده 5 کد جزا و ماده 5 قانون اجرات جزایی به برادران ازار حکم نموده. اتهام پسین بر آقای وحیدی و زندانی شدن او اعتراض‌های زیاد را همراه شد. شماری از شهروندان با انتقاد از حکومت تأکید داشتند که با پرونده آقای وحیدی برخورد سیاسی شده است.
پیش از زندانی شدنش در پیوند به این اتهام نیز آقای وحیدی در پیوند به چگونگی جمع آوری مالیه از کردیت کارت های باشندگان کشور و استخدام شماری از کارمندان در وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی از سوی رئیس جمهوری برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شد، اما دادگاه سوم آقای وحیدی را براءت داد. فهرست رای دهندگان با کاستی های بیشمار به همراه است. نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند در فهرست که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده رای دهندگان خیالی نیز وجود دارد. از سوی کمیسیون های انتخاباتی امروز بار دیگر اطمینان دادند که در هماهنگی با یکدیگر برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان آمادگی های لازم را گرفتند. کمیسیون مستقل انتخابات شمار واجدان شرایط رای‌دهی در سراسر افغانستان به شمول ولایت غزنی را بیش از 9.5 میلیون تن اعلام کرده است. ولی نام‌های کسانی را که احتمالاً با شناسنامه‌های جعلی ثبت نام کرده‌اند، هنوز از این فهرست حذف نکرده است. آگاهان انتخاباتی باور دارند که فهرست رای دهندگان که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده، با کاستی‌های زیاد به همراه است و نمی‌تواند شفافیت در انتخابات آینده را تضمین کند. که لیست جواب نمیده، اصلا داشتن لیست و عدم داشتن لیست یکسان است، چون یک لیست که بیشترش خیالی است، غیر واقعی است. این نه تنها که نمیدانم مشکل حل بسازه، بلکه با مشکل میفزایه. با این شکلش که اگه پیش بره این انتخابات صدمه میرسانه، با بحران عمدن اینها پروسه سوق میتن. وضاحت در مورد یک میلیونه که به اساس فهرست قبلی اینها اعلان کردن، مشکل ساز است و این نتیجه انتخابات خراب می سازد. یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات هم می پذیرد که فهرست نشر شده با کمبودی های به همراه است، اما با استفاده از دستگاه های بایومتریک در انتخابات ششم میزان جلو تقلب ها گرفته خواهد شد. اگر این تصفیه نشود، اونمو رای حلی که در روز انتخابات از دستگاه های بایومتریک ما استفاده می کنیم، با پیدا کردن عکس استیکر که قبلا انستال شده در دستگاه، عکس چهره، عکس تذکره و دو انگشت رای دهنده که به فیصدی بالا جلو آرای تقلبی را ای میگیره. اداره ملی احصایه و معلومات هم اطمینان میدهد که با شناسایی شناسنامه های تقلبی به زودی فهرست رای دهندگان را تصفیه کرده و دوباره در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار خواهد داد. در قسمت مقایسه معلومات که از کمیسیون آمده با ما، این وابستگی به کمیسیون داره که معلومات که ما کمبود داریم که پورا شوه، ما در یک وقت بسیار کم میتونیم این کار انجام بدیم. شاید بسیار وقت نگیره، چند ساعت وقت باشه، چرا سیستم ساخته شده. همزمان کمیسیون های انتخاباتی هم در یک نشست مشترک خبری از آمادگی هایشان برای برگزاری انتخابات ششم میزان خبر میدهند. اینان تاکید دارند که انتخابات آینده به مراتب بهتر از انتخابات های گذشته خواهد بود. رهبری جدید کمیسیون ها برای برگزاری انتخابات 1398 تا کنون توانسته پلان عملیاتی، استخدام، طرز العمل ها، لوایح مربوط را برای پیشبرد پروسه انتخابات تهیه و تصویب نمایند. کمیسیون های انتخاباتی در جهت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1398 هماهنگ عمل نموده و در جهت تامین عدالت انتخاباتی تلاش می نماید. انتخابات آینده یکی از موضوعهای مهم سیاسی در تاریخ افغانستان خواهد بود. به باور آگاهان، اگر انتخابات ششم میزان مانند انتخابات های پیشین با تقلب و چالش به همراه باشد، افغانستان دچار بحران سیاسی شدید خواهد شد. مجلس سنا ضعف در رهبری نهادهای امنیتی، اختلافات سیاسی داخلی و نبود بازنگری در راهبرد جنگ را از عامل‌های عمده گسترش ناامنی و تلفات نظامی و غیر نظامی می‌داند. سناتوران تلفات سنگین نیروهای امنیتی در روزهای پسین و گسترش ناامنی‌ها را پرسش برانگیز می‌خوانند و می‌گویند که برای رهبری و حکومت کشتار مردم به یک امر طبیعی مبدل شده است. وزارت امور داخله هم می‌گوید که نیروهای امنیتی از 10 حمله طالبان 9 حمله را جلوگیری می‌کنند. افغانستان در سال پار میلادی گواه پایین‌ترین میزان رشد اقتصادی در میان کشورهای آسیای جنوبی بوده است. بنابر آمار بانک جهانی، افغانستان در سال 2018 کمتر از 2% رشد اقتصادی داشته است و به همین دلیل
فقر افزایش یافته است. با آن هم این سازمان دلیل عمده کاهش رشد اقتصادی را سیاست‌های حکومت نه بل خشکسالی و به تعقیب آن چالش‌های امنیتی و برگزاری انتخابات خوانده است. این سازمان تاکید می‌کند که افغانستان در راستای تطبیق اصلاحات در سیاست‌های مالی و پیشرفت‌های چشمگیر دست یافته. روزهای دشوار مردم افغانستان. بانک جهانی در تازه ترین گزارشش در پیوند به اقتصاد افغانستان میگوید که به دلیل کاهش میزان رشد اقتصادی، فقر در کشور افزایش یافته و زندگی مردم همچنان بهبود نیافته است. دلیل اصلی این کاهش اما خشکسالی و دیگر رویدادهای طبیعی گفته شده است. رویدادهایی که دست کم هزاران خانواده را در 20 ولایت کشور آواره کرده. چالش‌های امنیتی و سیاسی هم پس از خشکسالی دیگر دلیل‌های کاهش رشد اقتصادی افغانستان خوانده شده است. بنابراین گزارش میزان اعتماد برای سرمایه‌گذاری چه در بخش پروژه‌های بزرگ و چه سرمایه‌گذاری‌های متوسط هم در سال 2018 به پایین‌ترین حد خود در سال‌های پسین رسیده بوده. این سازمان هشدار داده که در صورت کاهش ناگهانی کمک‌های خارجی، بی‌اعتمادی نسبت به سرمایه‌گذاری بیشتر از گذشته خواهد شد. با آن هم بانک جهانی تأکید کرده که حکومت افغانستان توانسته در راستای تطبیق اصلاحات در سیاست‌های مالی و پیشرفت‌های چشمگیری دست یابد. انتخابات سپتامبر سال 2019 بی‌باوری و وضعیت غیر مطمئن را برای سرمایه‌گذاران به بار آورده است. سوم پرسش‌های در پیوند به مدت دوام کمک‌های جامع جهانی به افغانستان وجود دارد. و در نهایت روند صلح در دراز مدت فرصت‌های بزرگ را مهیا می‌کند، اما در کوتاه مدت ناباوری‌های زیادی وجود دارد. از سوی بنابر این گزارش افغانستان توانسته است در سال 2018 میزان درآمدهایش را به بالاترین میزان آن 190 میلیارد افغانی برساند، یعنی 7% بیشتر از مجموع درآمدهای سال 2017. به خاطر رسیدن به رشد اقتصادی اشدن ضرورت است که ما برنامه های درست اقتصادی داشته باشیم که وزارت مالیه برنامه های بسته سرمایه گذاری بالاتر از 8 میلیارد دلاری استراتژی خودکفایی مالی و اقتصادی افغانستان ساختن و همچنان پلان بری است که ادارات حکومتی صادرات افغانستان در هماهنگی با سکتور خصوصی به بالاتر از 2 میلیارد دلار برساند. پیش بینی های این سازمان برای سالهای آینده هم تا حدی امیدوار کننده است. در سال 2020 میزان رشد اقتصادی افغانستان به 3.2% و در سال 2021 هم به 3.5% خواهد رسید. تحلیل های ما هم در وزارت اقتصاد نشان میده که رشد اقتصادی امسال ما چیز نزدیک به 3% خواهد بود و دلیل مشخصی که رشد اقتصادی ما به 3% خواهد بود وضعیت زراعت ما بهتر میشه، زمینه برای فعالیت های سکتوری خصوصی بهتر میشه، اما چیزی را که همیشه اقتصاد افغانستان به چالش کشیده و باعث شده که رشد اقتصادی ما با آن که مثبت هست اما کمتر باشه و بدیتر باشه موضوعات سیاسی امنیتی و همچنان خشکسالی ها و در کنارش هم موضوع نفوس. کارشناسان بانک جهانی در این گزارش تاکید کردند که دستیابی به یک توافق سیاسی با طالبان می تواند در دراز مدت منفعت اقتصادی بزرگی را برای افغانستان به دنبال داشته باشد. با باور این کارشناسان هر گونه رشد اقتصادی سریع تنها با بهبود وضعیت امنیتی و تعهد حکومت برای پشتیبانی از بخش خصوصی امکان پذیر است. بسیاری از عضوهای شورای ملی در گرفتن قراردادها نقش دلال را بازی میکنند. پژوهش تازه کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نشان میدهد که این نمایندگان در روند داوطلبی قراردادها از شرکتهای مشخص در بدل رشوت پشتیبانی میکنند. از سوی شمار از عضوهای شورای ملی هم تجارتهای بزرگ را زیر نام خویشاوندان و نزدیکانشان اداره میکنند و برای به دست آوردن قراردادها در تدارکات وزارتخانه ها دخالت دارند. کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری دوره زمانی این گزارش را از ماه فوریه سال 2018 تا ماه فوریه سال 2019 اعلام کرده است، اما هیئت اداری مجلس سنا این گزارش را اشتباه می‌خواند و تاکید دارد که در شورای ملی افراد پاک و شایسته نیز وجود دارد.
9 تن به شمول 6 سرباز پلیس در پی حمله مهاجمان مسلح بر یک پاسگاه پلیس در پاکستان جان باخته و 26 تن دیگر هم زخمی شدند. این رویداد همزمان با سفر عمران خان به آمریکا در دیره اسماعیل خان در ایالت خیبر پشتونخوا اتفاق افتاده است. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که مهاجم انتحاری یک زن 28 ساله بود است و مواد همراهش را در بیمارستان جایی که زخمیان و قربانیان رویداد اولی در آن انتقال داده شده بودند انفجار داده است. رویداد اولی زمان روی می‌دهد که صبح امروز مهاجم بر یک پایگاه پلیس حمله می‌کند، اما زمانی که زخمیان این رویداد به بیمارستان مرکزی این ایالت انتقال داده می‌شود در آنجا نیز یک انفجار رخ می‌دهد که به باور پلیس مهاجم انتحاری زن بوده است. ادریس فاروقی از ورزش می‌گوید. مرتضی صالح تکواندوکار وزن 59 کیلوگرم کشور در رقابت‌های قهرمانی تکواندوی نوجوانان آسیا تکواندوکار کره جنوبی را شکست داد و راهی دور بعد این رقابت‌ها شد. این تکواندوکار کشور در 3 راوند بازی 19 بر 19 با تکواندوکار کره مساوی کرد، اما در راوند 4 امتیاز طلایی گرفت و به پیروزی رسید. رقابت‌های قهرمانی تکواندوی نوجوانان آسیا و میزبانی اردن برگزار شده است که از افغانستان 9 ورزشکار در 9 وزن حضور دارند. تیم ملی معلولان کرکت کشور در یک بازی دوستانه تیم اتراپارادیش هند را شکست داد. نخست بازی را در بخش توپزنی کرکت بازان کشور آغاز کردند و در 20 اوور با از دست دادن 7 بازیکن 165 دوش را برای حریف هدف گذاشتند. در برابر اتراپارادیش در 20 اوور و با از دست دادن تمامی بازیکنانش تنها 99 دوش به دست آورد و این دیدار را با اختلاف 65 دوش بر افغانستان واگذار کرد. قرار است تیم ملی معلولان کرکت کشور تا 30 همین ماه میلادی به تمرین‌هایشان در هند ادامه دهند. مهمترین ها همین قدر بود. ممنون که یک را بیننده هستید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.